باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. این لانه جاسوسی برچیده باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیست، 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 زنده باد اسلامیست کاتولیک ایران، بهدامم ایران سکار نجی منه مردمه. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. نت مید اسلامی سکار نجی من ایران. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. Vi hindrar, ni hindrar trafiken, så ni får gå tillbaka till pappret. Vi får använda tidigare. Vi har gett plats till bussarna. Varför? Nej med islamiska terrorregimen i Iran! Nej med islamiska terrorregimen i Iran! Nej med islamiska terrorregimen i Iran! شابي ما دور 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 اولا رجع اخر مره والسنه مش نتيجه هيك هي ما کاری بکنیم واکنش پلیس رو آروم آروم امتحان بکنیم، ولی کاری نکنیم که نیروی پلاکی صدا بزنن. بریم که امکان داره بدون تحریک واکنششون، چون داره نیروی کمکی صدا میزنه نیارن بهتره. یواش یواش با امتحان واکنششون مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. زینت کریمی از حزب حکمتی. با سلام به همه شما رفقای عزیز که امروز به خاطر شاهرخ زمانی، یکی از فعالین کارگری ایران، جمع شدید به اعتراض در اینجا در این لانه جاسوسی.
با کمال تأسف شاهرخ زمانی یکی از فعالین کارگری و چهره های برجسته جنبش کارگری در زندان گوهردشت کرج جان باخت و جان باختنش را فقط عاملین جمهوری اسلامی مسببش هستند. همونطور که همه ما میدونیم بعد از توافق هسته‌ای که صورت گرفت بین ایران و این دو ولای غربی، سرکوب بر طبقه کارگر و جنبش فعالین داخل ایران بیشتر و بیشتر شد. بعد از مرگ شاهرخ زمانی، یعنی بهتره بگیم کشته شدن شاهرخ زمانی، 9 سال زندان برای محمود صالحی، احضار علی نجاتی، حکم صادر شد. مطمئن باشید اگه ما ساکت بشینیم، اگه فعالین کارگری داخل ایران ساکت بشینن، دوباره همون کشتاری که در دهه 67 تکرار کردن این جانیان، این آدم کشا، دوباره تکرار میشه. و ما باید هوشیار باشیم، طبقه کارگر باید هوشیار باشند، با اتحاد و همبستگی خودشون نذارن که این جانیان، این آدم کشا به جنبش طبقه کارگر، به جنبش و تشکل معلمان حمله بکنن و اینطوری جونشون رو بگیرن. با تشکر از همه شما عزیزان که امروز اینجا جمع شدید، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. Nej, med islam i skottarregimen i Iran! Shahrukh Zamani, jag läser en liten citat från brevet från Shahrukh Zamani skickade från fängelse Rajai Shah. Jag talar om för alla att om jag skulle dö i fängelse av någon anledning så är det ett verk av myndigheterna. Förstår ni? Det är regimen i Iran som har dödat honom. Men ned med islamiska terrorregimen i Iran! Ned med islamiska terrorregimen i Iran! In lane jasusi barchide baayad gardad! In lane jasusi barchide baayad gardad! جاسوسی برچیده باید گردد. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. نهد بید اسلامی سکاتر رژیم این ایران، نهد بید اسلامی سکاتر رژیم این ایران. سخنران بعدی فرهاد شعبانی از حزب کمونیست ایران، بفهمید. رفقا و دوستان عزیز، درود بر شما. جمهوری اسلامی شاهرخ زمانی رو از ما گرفت. همینجا به مناسبت این ضایعه بزرگ به همه شما فعالین جنبش چپ و کمونیستی ایران، فعالین جنبش کارگری ایران، کارگران و خانواده شاهرخ زمانی یک بار دیگر تسلیت میگیم. همزمان با کشتن شاهرخ زمانی که یک سیاست و یک روش کثیف دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سالهای سال است، جمهوری اسلامی همزمان با در جریان بودن یک کمپین بین المللی که در حال حاضر همزمان با ما در بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا در جریانه، شمار دیگری از فعالین جنبش کارگری ایران رو به زندان محکوم کرده، احضار میکنه، معلمین رو همزمان با آغاز سال تحصیلی تحت فشار قرار داده. این برای جنبش چپ و کمونیستی ایران معنای سیاسی داره. همین امروز حسن روحانی با یک شبکه امریکایی مصاحبه کرده، میگه ما با هیچ کشوری سر جنگ نداریم، اما جمهوری اسلامی و زندانبانان اون هستن. شاهرخ زمانی با مرگ طبیعی نمرده و پزشکی که دیده، حتی زندانیانی که گفتن اینو بردن برای پزشک ببینه، پزشک گفته این مرده، به مرده دست زدن به قول معروف کفاره داره، من دست نمیزنم. حتی پزشک معالجه تلاش نکرده، نبض کسی که در حال اغما بوده یا فشار خونشو بگیره. در واقع شاهرخ زمانی
از چهره های جنبش کارگر ایران روز 22 شهریور 94 برابر با 13 سپتامبر 2015 در زندان رجای شهر درگذشت. او عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های بسلمت فرام وگم سو فو فرام بیلان حالا تو بسلمت سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان بود. پنج سال از محکومیت 13 ساله زندان خود را در بیل وگم بارم گفت تلفن تو پو وگم دوستان راه باز کنید اون دوستان اتوبوس میاد میسید و این احتمال داره تا یه ماه طول بکشه. در هر صورت چه کالبکشافی میشد چه نمیشد و در گذشته هم دیدیم عامل قتل شاهرخ جمهوری اسلامی است. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. دادگاه سنندج احضار کردن و بهش ابلاغ کردن که 9 سال زندانی براش بریدن، در صورت که محمود صالحی در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و تا کنون هم در جمهوری اسلامی نزدیک 9 سال در دوره‌های مختلف زندانی سیاسی بوده. غیر از اون محمد نجاتی را از سازمان دهندگان مسئولین سندیکای شرکت افتپه در خانه‌اش دستگیر کردن، کامپیوترش و اسناد دیگه‌شو با خودشون بردن. علی نجاتی معذرت میخوام. اوداغی از فعالین فرهنگیان، معلمان، کارگر فرهنگی که زندانیش تموم شده بود دوباره زندانیش بریدن. چند نفر از فعالین کانون معلمان را دستگیر کردند. یا شارفینگت ست سندگان 30 سپتامبر 2015 LO Transport har upprepade gånger protesterat och fördömt de summariska avrättningarna och fängslandena och trakasserierna som sker i Iran. LO Transport har även reagerat på förhållandena i fängelserna är fruktansvärda och att tortyr och trakasserier av fångar förekommer samt att fängslade avlidit och att dödsfallen inte utretts. Nu har det fruktansvärda återigen skett. Ytterligare en facklig aktivist har avlidit i fängelse och en fru sörjer nu sin avlidne man och barnen sin bortgångne far. Den fria och oberoende iranska fackföreningsrörelsen sörjer en av sina framstående fackliga ledare och förkämpar för ett demokratiskt och rättvist samhälle. Shahrukh Somani var en av grundarna av Målarförbundet i Iran samt ledamot i kommittén för bildandet av fria och obundna fackliga organisationer. Shahrukh Somani hade arbetat med fackliga frågor under 20 års tid när han för fem år sedan arresterades och anklagades för omstörtande verksamhet och bildandet av socialistiska grupper. Shahrukh Somani dömdes mot sitt nekande till 11 års fängelse. Under åren i fängelse utsattes han för tortyr, isolering samt flytt till avdelningar med farliga fångar. Till slut blev den ohyggliga behandlingen för mycket för honom och han avled under oklara omständigheter söndagen den 13 september 2015. LO Transportarbetarförbundet vill genom detta uttalande framföra vårt deltagande och kondolenser till Shahrukhs nära anhöriga och iranska arbetarrörelse. Shahrukh Somani var en framstående och orädd facklig aktivist som aldrig gav upp kampen för ett demokratiskt socialistiskt Iran. LO Transportarbetarförbundet kritiserar starkt de iranska myndigheterna som tillåter omänskliga och hårda förhållanden i de iranska fängelserna och kräver en oberoende undersökning av Shahrukh Somanis död. LO Transportarbetarförbundet vädjar också till den svenska regeringen och särskilt till utrikesminister Margot Wallström att offentligt anmärka på kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran genom EU och FN, väcka internationell opinion mot den iranska regimens behandling av fackliga representanter och oliktänkande. LO och Transport kräver stopp på alla avrättningar, stopp på den brutala behandlingen av oliktänkande i landet, frigivning av alla fackliga och politiska fångar, en internationell sanningskommission som ska undersöka tillståndet för fackliga och politiska fångar i Iran
samt utreda det dödsfall som inträffat i fängelserna. Lever den internationella arbetarsolidariteten. Jag skulle också tillägga att LO har skickat en protestskrivelse till president Rouhani och vi har också via vår ordförande Karl-Petter Thorwaldsson skrivit ett brev till Mikael Damberg, näringsministern, som när som helst kommer att ge sig av i spetsen för en handelsdelegation till Iran. Och LO ifrågasätter syftet med den här resan och kräver att om den blir av så kommer att fackliga representanter i Sverige ska få vara med och att vi ska få träffa våra fackliga kamrater i Iran. Tack så mycket. دوستان و رفقا، همونطور که میدونید این تظاهرات از طرف گروه های چپ و کمونیست سازماندهی شده. جریاناتی که در با کل نظام سرمایه‌داری مرزبندی دارن. جریاناتی که خواهان سرنگونی کل نظام سرمایه‌داری هستند. رژیم سلطنتی قبل و رژیم جمهوری اسلامی هر جفتشون از یک جنس هستند. و من به این دوستانی که پرچمشون رو بالای سر ما گرفتن تکون میدن توصیه میکنم اگر شما خودتون رو متمدن میدونید در یک کشور متمدن طرفدار مدرات نمیاد برای تو گروه ونستر پارتی تظاهرات کنه درسته؟ ولی شما خودتون رو متمدن میگین منتها این یه تهاجمه یه تجاوزه باز هم ما در مقابل شما چیزی دیگه یعنی ما نمیایم به پلیس مراجعه کنیم بخاطر که جلو شما رو بگیره ولی اگر متمدن هستی یه گوشه ای وایسا حداقل در این لحظه خودتون نشون بده که متمدنی وگرنه ما همه ضد نظام سرمایه‌داری ضد نظام سلطنت و رژیم جمهوری اسلامی هستیم زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم اما دیروز من فراخوان دادم مرگ بر جمهوری اسلامی من فراخوان دادم رادیو گفتم فراخوانی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری عنوان آرمان رهایی بشریت از ستم و بهره کشی و طبقه کارگر به عنوان تنها نیرو و مرکز ثقل این تغییر انقلابی مقدس شمرده می شد و با تمام وجود در خدمت آن قرار گرفتیم بدین جهت پاسداران نظام سرمایه‌داری چه با شکل تاج و چه در پوشش عمامه لحظه آزار اذیت و زندان شکنجه ما و تمامی مبارزین راه آزادی بشریت برای جلوگیری از فعالیت انقلابی آگاهگرانه دست بر نداشتند منزل ما در تبریز محل رفت آمد بزرگانی چون بهروز دهخانی صمد بهرنگی غلام حسین ساعدی، چنگیز احمدی، عبدالله افسری و دیگر انقلابیون بود. مادرم جمع شدیم تا مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی فعالین سیاسی و کارگری که او پیشتاز بود تبدیل کنیم. شاهرخ زمانی مبارز خستگی ناپذیر و جسور جنبش کارگری ایران در کمال بهت و خیرت و ناباوری همگان در زندان گوهردشت چشم از جهان فرو بست. شاهرخ زمانی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق همطبقات مرتکب نشده بود. او نه صاحب منصب بود، نه اختلاسگر بود، نه کوچکترین لطمه‌ای به کسی زده بود و نه شریک دزدان و غارتگران ولایت فقیه بود. او یک نقاش و از اعضای شورای نمایندگان کارگری ایران بود. شاهرخ زمانی در طول نزدیک به 5 سال دوران زندان تا آخرین نفسهایش در یکی از سلولهای 2 نفره زندان گوهردشت لحظه ای از مبارزه و حق طلبی دست بر نداشت. نه دیوارهای زندان، نه دادگاه، نه سرکوب و نه اعمال فشار از سوی ماموران امنیتی قادر به زدن مهر سکوت بر لبانش نشد. شاهرخ زمانی بدون ذره‌ای بزرگ نمایی
با جسارت بی‌نظیرش مظهر مقاومت و مبارزه طلبی طبقه کارگران ایران بود. علت مرگ شاهرخ زمانی را مقامات رژیم جمهوری اسلامی هرچه اعلام کنند، از نظر ما مسئولیت مستقیم آن رفتارهای وحشیانه مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در سیاه‌چاله‌هایی که به دستور مستقیم رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است می‌دانیم. ما این زایقه بزرگ را به خانواده، به همبندان و یاران شاهرخ زمانی که عموماً کارگران در سراسر ایران و جهان هستند تسلیت عرض می‌نماییم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، مرگ بر جمهوری اسلامی. اما در زندان و فاستان اقتصادی که در حکومت به درجات بالاتری از قدرت میرسند، چون این فساد است که در آن مملکت حکومت میکنند، نه قانون متمدن امروزی. زنده باد آزادی، مرگ بر جمهوری اسلامی. اسلامی هست، ظلم هست و تا زمانی که ظلم هست مبارزه هست. ما فریاد بر حق 75 میلیون ایرانی هستیم که در داخل ایران زیر ظلم و جور و حکومت ایستادن و مبارزه میکنن. بسیاری از این عزیزان در دفاع از حق و حقیقت جان باختن. یادشان را گرامی می‌داریم و با خانواده هاشون احساس همدردی میکنیم. رژیم جمهوری اسلامی توی این 37 سالی که روی کار اومده، به جز ظلم و جنایت و اعدام و تجاوز و خارت هیچ چیزی به بار نیاورده. ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و تا آخرین قطره خون خود به مبارزات سیاسی خود و مدنی خود فعالیت ادامه خواهیم داد. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! دوستان یه دو نفر دیگه. زنده باد سوسیالیسم! زنده باد آزادی! زنده باد آزادی! زنده باد آزادی! زنده باد آزادی! هاشم نفر آخر بفهمید. دوستان خواستن که یه اطلاع رسانی کنیم، یه گروهی به هر حال، یه جمعی به اسم ویو و ویکن در دفاع از پناهجویان، خواستن که بگیم که به این اطلاع رسونیم و بگیم که میخواییم بهشون بپیوندیم. ویو و ویکن شاید بتونین گوگلا کنین اینو پیدا بکنیم. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. امبسادات این مایه ننگ ایران باید برچیده شود. امبسادات این مایه ننگ ایران. من به عنوان یک فردی که هم جزء خانواده های زندانیان سیاسی زمان رژیم شاه بودیم تو دهه 50 و هم به عنوان خانواده‌ای که در جمهوری اسلامی همون به عنوان خانواده سیاسی مورد ظلم و جنایت قرار گرفتیم، شاهرخ زمانی، این رهبر کارگری که در زندان همچون افشین و اوسانرو در 2 سال قبل به قتل رسید. افشین و اوسانرو رو گفتن به خاطر اینکه سکته قلبی کرده، اینو گفتن سکته مغزی کرده، و من به خاطر اون این پرچم آزادی و برابری رو در اون موقع به دست گرفتم و تا یوتوبوری این راه رو رفتم و مورد استقبال میلیونی قرار گرفتیم. و امروز شاهرخ تو قطره شفافی هستی که در دل دریا می درخشی. شاهرخ تو در راه رهایی بشر زندگیت را گذاشتی. البته من اهل سخنرانی نیستم، این چیزایی که میگم از قلبم میاد و همینو میگم. یه دوست دارم با تمام آرزو در راه انسانها بمیرم. دوست دارم در مسیر جویبار زندگانی
قطری شفاف باشم در دل دریا بمیرم. یا به قول اونی که میگه چشمه واسه ما خیلی کوچیکه، ما میخوام بریم به دریا بپیوندیم، همچون ماهی سیاه کوچولویی که رفت به دریا پیوست و اون ماهی خارون رو گرفت و تونست از چنگون در بره. شاهرخ زمانی هم خودشو به دریا رسون و این راه رو جلوی مردم گذاشت که راه تنها راه، راه سوسیالیست و مبارزه طبقاتی است و این راه رو امروز کارگران با اتحاد به تمام اقشار مملکت به پیش میبرن. زنده باد سوسیالیست، لنگ لبه فیهت، لنگ لبه سوسیالیست، لنگ لبه فیهت، لنگ لبه سوسیالیست. نت مد اسلام اسکات رژیم ایران، نت مد اسلام اسکات رژیم ایران. استوپا آوردنگ ایران، استوپا آوردنگ ایران. استنگ امبسادن ترور سنترالم، استنگ امبسادن